سرخط خبرهای مهم. 24 شهروند تاجیکستان در خارج عملی تروریستی انجام دادند. در تاجیکستان بیکاری کمتر شده است و طالبان سازش نامه کاسا 1000 رو امضا کردند. تاجیکستان باید نقش صادرکننده برق را اجرا کند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 مارس است. امروز اولین روز روزداری مردم مسلمانان است. بنابر قرار شروع علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، 11 مارس روز اولی ماه رمضان تعیین شده، ساکنان تا 9 اپریل روزه خواهند داشت. نصاب زکات برای امسال 35275 سومانی تعیین شده است، یعنی صاحبان این مقدار دارایی باید 880 سومانی سپرند. صدقه فطر با سری هر کس 7 سومانی و فدیه برای آنهایی که امکان روزداری ندارند 420 سومانی مقرر گرده است. در این ماه مسلمانان از دمیدن صبح تا رسیدن شام از خوردن و نوشیدن خودداری کرده بیشتر به عبادت و خیر مشغول می شوند. ساکنان که امید داشتند با آغاز ماه رمضان محدودیت برق بیکار می شود، حالا از آن شکایت دارند که وضع به تغییر ماند و همانا لیمیت شدید جوری است. در همین حال به اطلاع چند رسانه، در افغانستان حکومت طالبان و کشورهای منطقوی با تطبیق طرح انرژی و نقلیاتی کاسا 1000 موافقت و سازشنامه اجرای آن را امضا کردند. در این باره آمو تیوی و پژواک کام خبر دادند. در خبر آمو تیوی از جمله آمده است که روز شنبه طالبان اعلان کردند که سازشنامه اجرای طرح خط بلند شدت انتقال برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را که با اسم مختصری کاسا 1000 معروف است امضا نمودند. خبرگزاری افغانستان اینترنشنال با تکیه به شرکت ملی انرژی افغانستان گفت مراسم امضای این سازشنامه 8 مارس در استانبول با اشتراک مقامات بانک جهانی افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. معلوم نیست تاجیکستان را که میگوید حکومت طالبان را اعتراف نمی کند، ولی فروش برق را به افغانستان همانا ادامه می دهد، در این مراسم کی نمایندگی کرده است. دوشنبه یک جانب مهم این طرح دانسته می شود که باید نقش صادرکننده برق را اجرا کند. فعلا نظری مقامات دوشنبه به این خبر دسترس نیست. همچنین معلوم نیست آیا در صورت بکار انداخته شدن طرح عظیم منطقوی، وضعی به این هم بحرانی مردم در تاجیکستان از نظر تامینات با برق چی می شود؟ پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و افزود این عملها از جانب گروه های منفیت جوی و خدمات مخصوصی بعضی کشورها طرح‌ریزی می شوند و آنها از بی‌معرفتی و بی تجربگی و ناآگاهی بعضی جوانان سوء استفاده می کنند. او از حادثه و جداگانه نام نبرد، ولی در چند سال اخیر از شرکت احتمالی شهروندان تاجیکستان در تشکیل یا همدستی با عملهای تروریستی در خاک ایران، آلمان، ترکیه و دیگر کشورها خبرها نشر شده است. این نکته را پرزیدنت امام علی رحمان روز 9 مارس در آستانه ماه رمضان در دوشنبه در حضور مقامات و خادمات دین اظهار داشت. در این جلسه که در کوخ وحدت برگزار شد، پرزیدنت از تمایل افزاینده ساکنان تاجیکستان به تقوا، افزایش شمار حاجیان، دست به عملهای تروریستی زدن شهروندان تاجیکستان در خارج و موضوعهای دیگر صحبت کرد. یک سال پیش موسکا شجی همراه با اویلش از افغانستان زیر اداره طالبان فرار کرد. آنها به ایالات متحده پناه بردند. این دختر جوان حالا در صنف 7 تحصیل میکند و میگوید اگر در افغانستان میبود تحصیل برایشان فعلا غیر امکان بود. گزارش صدای آمریکا را همکارم علی شیر ظریفی تقدیم میکند. موسکا شجی 13 ساله شاید به یک خواننده معمولی مکتب میانه مانند باشد، اما همگی یک سال پیش او باور نداشت که میتواند به مکتب رود. طالبان بعدی به سر قدرت آمدن در ماه آوگوست سال 2021 تحصیل دختران را از صنف 6 به بالا منع کردند. آیله موسکا میگوید زندگی در نظام طالبان خطرناکتر میشد و آنها مجبور شدند از افغانستان فرار کنند. موسکا حالا خواننده صنف 7 یکی از مکتب‌های کالیفرنیا با نام خانه کوهی است. مکتب یو در 100 کیلومتری شهر سان فرانسیسکو جایگیر شده است. اگر فعلا در افغانستان می بودم چانسی برم داده نمی شد که در
مکتب درس بخوانم و اجازه زیره نداشتیم که مکتب بریم و متاسفانه ای سر همه سنفی های ما و هم دوره های ما که مده سنف 3 و 4 که چون درس خوانده ایم و متراستن فعلا نمیتونند که مکتب برن. سیرت شوجی برادر موسکا میگوید آنها خوشبختند که توانستند به امریکا کوچبندند. یکی از بهترین مزایایش همیست که فعلا موسکا در پولی ما میتونه که برفت مکتب رفتن خود ادامه بده و ما در این عرصه بسیار خود خوشبخت احساس میکنم و همچنان بسیار متاثر هستم به خاطر دخترای افغانستان. طالبان نه تنها تحصیلی زنان و دختران را در مکتب و دانشگاه منع کردند، بلکه به آنها حق کار در اداره های دولتی و سازمان های جمعیتی را نمی دهند. رفتن آنها به باغ های استراحتی و تالار های ورزشی منع است. زوحال شاجی مادر موسکا و سیرت در کابل آموزگار بود. همچون یک دانشمند برای او تحصیل فرزندانش اولین درجه است. مشکلات عمده و چالش زیادی که من خودم روبرو شدم این بود که من خودم نمیتونستم درایف کنم و اینا را همیشه یا کسی از دوستان می بود میرساند یا پدرش میرساند. واقعا این بر من سخت بود. وقت تایم رخصتیشان میشد حیران میشدم. موسکا بزن درباره آن دختران افغانستانی فکر میکند که نتوانستند افغانستان را ترک کنند. هیچ وقت دخترای که فعلا نمیتونن مکتب برن یادم نمیره. همیشه هر روز دعای ما و آرزوی ما است که مکتب بخیر بروی از و باز شود. طالبان همواره میگویند که منع شدن تحصیل دختران یک چاره موقتی است، اما منتقدان میگویند از حکمرانی طالبان زیاده از 2 سال میگذرد، اما آنها هنوز به تحصیل دختران در مکتب و دانشگاه اجازه نمیدهند. مقامات در تاجیکستان از حدوداً 10% کاهش یافتن شمار افراد بیکار خبر دادند. نه همه به درستی این آمار باور دارند. بنا به اطلاع اجانسی امور سال 2023 رسما در کشور 48,300 نفر همچون بیکار به قید گرفته شده است که این به فرق از یک سال پیشتر 9.7% کمتر بوده است. خبرگزاری رسمی خاور با استناد به اجانسی امور نوشته است که بیش از 46% بیکاران را در تاجیکستان زنان تشکیل می دهند. مسئولین سبب کاهش بیکاری را ایجاد جای های نوی کاری و برگزاری یرمارکه های جای های خالی کاری گفتند. اما اکثر ساکنان و تحلیلگران می گویند امور واقعی بیکاران از معلومات رسمی خیلی بیشتر از زیرو. در کشور اکثریت بیکاران یا کارجویان خود را رسما ثبت نمی کنند. نبودی جای کاری مناسب سبب شده که هزاران نفر برای دریافت کار راه روسیه و کشورهای دیگر را پیش می گیرند. از آمارهای جنوبی روسیه برمی آید که افزایش فشار و رید و روندن مهاجران هم در یک دو سال اخیر پیش راه میزان افزاینده مهاجرت به مسکو را نگرفته است. وزارت انرژتیک قرقیزستان خبر داد که محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان این کشور از 8 مارت به کار کرده شد. منبع گفته است کاهش استفاده نیروی برق امکان داد که محدودیت برداشته شود. شبکه های ملی برق قرقیزستان هفته گذشته خبر داده بودند که در انتقال نیروی برق به ساکنان این کشور محدودیت کوتاه مدت جاری شده است. به اطلاع شبکه این محدودیت را به دلیل جریان داشتن تعمیر در نیروگاه های تختوگل و اوچقورغان که 5 مارت آغاز شده است جاری کردند. وزیر انرژی قرقیزستان تالای بیک ایبرایف در شرح خبر اظهار داشت که تعمیر در نیروگاه ها باید 20 فوریه امسال آغاز می شد ولی به دلیل سردی ها تا 5 مارت به تاخیر گذاشته شده است. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. یازدهم مارت در تاجیکستان عید مطبوعات تجلیل می شود که به مناسبت چاپ نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف در سال 1912 انتخاب شده است. تا سال 2016 در این سنه با ابتکار اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به نمایندگان فعال مطبوعات جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی هم تقدیم می شد ولی بعدا تقدیم این جایزه به تیر ماه کوچید. عید مطبوعات بهانه دیگری برای ذکر مشکلات کار ژورنالیستان تاجیک شد. 11 مارت سال 2020 سازمان جهانی تندرستی اعلام کرد که سرایت کرونا ویروس نو به پاندمی تبدیل یافته است، یعنی مقیاس جهانی گرفته است. تخمینا 3 ماه پیش از آن اهل عالم از اولین حادثه گرفتاری به کرونا ویروس در چین آگاه شدند. مقامات تاجیکستان در آغاز موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی کردند. وزارت تندرستی تنها 3 اپریل سال 2020
و در استانه سفری متخصصان سازمان جهانی تندرستی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس تصدیق کرد. 11 مارت سال 1912 شاعر غنی عبدالله تولد شده است که او را پایه‌گذاری درامای تاجیکی می‌نامند. در 72 سال عمرش این ادیب پرکار و با استعداد برای به صحنه گذاشتن ده ها نمایشنامه تئاتری و فیلم نامه ها مثل شورشی واسه، ما از بام جهان، طوفان و دیگرها زحمت ها کشیده است. او یکی از قربانیان رژیم استالینی بود و با تمغه پسر دشمن خلق 10 سال را در زندان های شوروی پشت سر کرده است، ولی با این وجود زندگی شایسته و پرکار داشت. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 120 سومونی 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1193 سومونی مقرر کرده است. این قربی رسمی است و در بانکوی تجارتی می تواند فرق کند. بینندگان عزیز، تشکر که تو این لحظه ما رو همراهی کردید. با شما تا فردا در همین وقت ساعت خداحافظی میکنیم. خیر.